سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خود را برای یکی از روزهای سخت دوران حکمرانیش آماده می کند. 6 آوریل روزی است که قرار است سیلویو برلوسکونی به اتهام پرداخت پول و برقراری رابطه جنسی با دختری به نام روبی در زمانی که او کمتر از 18 سال داشته محاکمه شود. مسئولیت برگزاری این دادگاه بر عهده 3 قاضی زن است و آقای برلوسکونی اعلام کرده که در این دادگاه حاضر نخواهد شد. همزمان پارلمان ایتالیا نیز قرار است با رأی‌گیری در بین نمایندگان تصمیم گیرد که آیا این دادگاه بعد از روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. یک تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه روم میگوید آنچه تاکنون دیده ایم لیستی طولانی از شواهدی است که دو طرف ارائه کردند که نشان می‌دهد به زودی به جای محاکمه قرار است یک صحنه کاباره پر از چهره‌های معروف را شاهد باشیم. همزمان برلوسکونی و سیاستمدارانش سعی می‌کنند برای اسلاف وقت این پرونده را به دادگاه دیگری بکشانند. هفته گذشته نیز تعدادی از طرفداران سیلویو برلوسکونی در حمایت از او در روم اقدام به برپایی تظاهرات کردند. یکی از حامیان او میگوید من عاشق برلوسکونی هستم زیرا او انسان خوبی است. او همه شرایط را برای بهبود زندگی مردم فراهم می‌کند بدون اینکه به این توجه کند که مخالفان او هستند یا موافقان، اما آنها می‌خواهند برلوسکونی را از بین ببرند و این نامردی است. مخالفان برلوسکونی اما امیدی به محکومیت او در دادگاه ندارند. یکی از آنها می‌گوید هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. او خیلی قدرتمند است. رسانه‌های ایتالیا از روز سه‌شنبه در مقابل دادگاه صف کشیدند و در انتظار برگزاری دادگاه نخست وزیر این کشور هستند.